سلام حضور شما دوست عزیز، خوشحالم که یک بار دیگه در خدمتتون هستم و این فرصت رو دارم با هم دیگه یک تمرین رو کار بکنیم. تمرینی که در نظر گرفته شده بیشتر برای کسانی است که تازه کار هستند در فتوشاپ و میخوان بر روی تصاویر افکت گذاری بکنن. خب برای شروع من این تصویر رو انتخاب کردم، تصویری که همونطور که میبینید در بعضی از تصاویر موها اگر بخوان جدا بشن، بک‌گراند هر چی روشن‌تر باشه بیشتر به ما کمک خواهد کرد، ولی اینجا در قسمتی تیره هست، در قسمتی روشن هست، بک‌گراند همینجور مو هم به همین ترتیب هست و این ممکنه برای خیلی از بچه‌ها کار سختی باشه جدا سازیش. و در این افکتی که ما می‌خوایم قرار بدیم لازم نیست که تارهای مو رو به اون شدت که لازم ها، در واقع اون شدت که مورد نظر خیلی‌ها هست، ما بخوایم جدا بکنیم. پس با هم دیگه شروع میکنیم و من سعی میکنم که این جدا سازی رو انجام بدم. جاهایی که لازم هست یک توضیح رو میدم، جاهایی که زیاد لازم نیست و بهتره بر روی دور تون باشه فیلم، اون رو بر روی دور تون قرار خواهم داد. قبل از اینکه میخوام یه سند جدید ایجاد بکنم، ابتدا میخوام که بک‌گراند این تصویر رو پاک کنم. خب میام و چون به کناره‌های اون احتیاج ندارم، با کراپ اون رو تا جایی که امکان داره به داخل میارم به این ترتیب و اینتر رو میزنم یا از همین جا اکسپت میکنم. در ادامه ما باید که بخش پایینی رو با ابزار پن این کار رو انجام بدیم، خیلی راحت تر هست. بخشی که مربوط به موها میشه رو طور دیگه انجام میدیم. ابزار پن رو انتخاب میکنم و شروع میکنم به انتخاب لباس. به این ترتیب و کلیک رایت میکنم در محیط تصویر باید این کار رو انجام بدیم. میک سلکشن رو انتخاب میکنم، اوکی، با این تنظیماتی که میبینید و یک ماسک بر روی اون قرار میدم. خب اگر که با این صحنه مواجه شدید، با زدن کلیدهای ترکیبی کنترل آی میتونید اون رو ریورس کنید، ماسکتون رو. بسیار خب، من این رو اپلای میکنم. البته قبل از اون یک کپی ازش میگیرم، کلیک رایت میکنم و یک داپلیکیت لیر میزنم، این رو خاموش میکنم و این ماسک رو اینجا اپلای میکنم. حالا میخوام که این کناره ها رو انجام بدم. ابزار موو رو انتخاب میکنم که پن اذیت نکنه در واقع زمان کار کردن. میام به چنل، میام به تب چنل و یکی از تصاویر رو باید انتخاب کنم. حالا اون تصویری که میتونه در واقع از این لایه های چنل رو، یکی از اینا رو، مثلا چنل رد یا گرین یا بلو میتونه به ما کمک بکنه. من اگر بر روی چنل رد قرار بگیرم، همونطور که میبینید این قسمت رو میتونیم سفیدی و تیرگی رو ببینیم. یک کپی از این لایه میگیرم، اون رو میکشونم اینجا بر روی نیو لیر و کپی گرفته میشه. حتی میتونید برای اون کلیک رایت و داپلیکیت چنل کنید. خب بر روی چنلی که کپی گرفتیم کلیک میکنم و از قسمت ایمیج ادجستمنت و لیولز رو انتخاب میکنم و سعی میکنم که این قسمت ها رو نور رو بیشتر بکنم در تصویر. قسمت هایی که تیره هست رو تیره حفظ بکنم. من دقت داشته باشید از این قسمت، ببینید این محدوده رو من میخوام کار بکنم دوستان، این محدوده، نه این تا این، اینجا رو ما کاری نداریم فعلا. پس لیولز رو انتخاب میکنم و سعی میکنم که تیرگی و روشنایی رو در این قسمت برای موها تعیین بکنم. به این ترتیب اوکی رو میزنم و با براش با یک هاردنس بالا و یه اندازه مناسب با رنگ سفید سعی میکنم که این قسمت هایی که بخشی از خود موها هست اینها رو پر بکنم با رنگ سفید. حالا قسمت های
در واقع این قسمت ها موردی نداره، چون میتونیم به راحتی اونا رو برگردیم. جاهایی که قرار هست جداسازی انجام بشه مهمه. بسیار خوب. حالا من بر روی این لایه کلید کنترل رو نگه میدارم و یک کلیک میکنم به این ترتیب. کل لایه ها روشن میکنم، این لایه رو خاموش میکنم، میام به پنل در واقع لایه ها. اینجا یک ماسک رو من ایجاد میکنم، یعنی با کلیک کردم بر روی این لایه رو من ماسک میکنم. خب همطور که میبینید این قسمت رو هم کامل از بین رفته. خب میایم و بر روی همین ماسک به همین ترتیب که قرار گرفتیم، رنگ سفید مورد انتخاب هست، میبینید، میایم و براش رو تغییر میدیم و این قسمت ها رو ما برمیگردونیم. فقط این کناره ها رو کاری نداریم. خب همونطور که میبینید ما تونستیم این جداسازی رو در اینجا به این ترتیب انجام بدیم. اون چیزی که امکانش هست بر روی تصویر برای ما انجام میشه. من مشکی رو انتخاب میکنم و این لایه های بیرونی رو هم پاک میکنم. حالا میایم همین ماسک رو مجددا ما اپلای میکنیم و میایم حالا به سراغ این کنار در واقع موها. تو اگر دیدید که دارید موها رو پاک میکنید با یک سلکت اینورس میتونید اون رو در واقع برگردونید. کنترل دی. تقریبا میشه گفت که اون نتیجه‌ای که لازم هست برای افکت ما در اینجا به این شکل به دست میاد. پس حالا ما میخوایم که یک کپی از کل این لایه داشته باشیم. آخر رو انتخاب میکنم، آخرین لایه، Alt Control Shift E رو میزنم و حالا یک کپی کلی از این لایه ما از مدل داریم. یک سند جدید ایجاد میکنیم، نیو، در اندازه 1500 در 2200 با دی پی آی 96 من اون رو قرار میدم. مودش رو بر روی آر جی بی کالر قرار میدم و با این تنظیمات. خب حالا میام و این مدل رو درگ اند دراپ میکنم به سند جدید، کنترل تی میزنم، اندازه اون رو کوچیک میکنم به این ترتیب. اگر هم حالا تمایل داشتید میتونید به صورت عرضی کار رو یه ذره بزرگتر کنید، یعنی با کراپ میتونید به راحتی این کار رو انجام بدید.
تو سعی کنید که بک‌گراند نه فورگراند، بک‌گراندتون در واقع با بک‌گراند تصویر یکی باشه، وگرنه تحت تاثیر قرار میگیره، وگر رنگ دیگه ای باشه خوب نشون داده نخواهد شد. خب من میخوام همین اندازه درستش کنم و اندازه مدل رو هم باز میخوام کوچیک‌تر کنم در قاب در واقع تصویر. خب من این رو سیو میکنم. حالا برای ادامه ما باید یک بک‌گراند اول تعریف کنیم و میخوام که از گریدینت ها استفاده بکنم. خب همونطور که دیدید ما بدون استفاده از ابزار سلکت اند ماسک یا همون ریفایند ایج سابق تونستیم که یعنی خواستیم با لایه ها و چنل لایه ها این کار انجام بدیم و انجام دادیم. این خط رو هم باید پاک بکنیم و تونستیم به هر حال تا حدودی که لازم هست برای تصویر این کار رو انجام بدیم. در ادامه ما در قسمتی باید باز از Select and Mask در واقع همین ابزار همین امکان و آپشنی که در بخش Magic Wand Tool یا Quick Selection Tool هست میخوایم استفاده بکنیم در ادامه. اما قبل از اون میخوام که یک بک‌گراند تعریف بکنم برای تصویرم. میام و بالای لایه بک‌گراند قرار میگیرم، یک سالید کالر اینجا اضافه میکنم با رنگ مشکی به این ترتیب. این لایه رو من یه بار دیگه تکرار میکنم، کلیک رایت داپلیکیت لیر اوکی و یک سالید کالر دیگه ما اینجا داریم. حالا کلیک رایت میکنم و بلندینگ آپشن رو انتخاب میکنم. میخوام یک گریدینت به بخش مرکزی اون که مدل هم در اون قرار داره اضافه کنم. گریدینت اوورلای رو انتخاب میکنم و از این قسمت کلیک میکنم و سفید و مشکی رو برای اون تعیین میکنم. اینجا استایل رو بر روی رادیال قرار میدم، ریورز رو میزنم، مود اون رو بر روی نرمال میگذارم و اندازه رو بر روی 90 قرار میدم. حالا یک بار دیگه چک میکنم، بله همه چی درست هست. خب اپاسیتی اون رو باید تغییر، اپاسیتی اون رو بر روی 20 قرار میدم. همونطور که میبینید اینجا ما گریدینت با اپاسیتی 20% در روی بک‌گراندمون داریم و حالا میریم بالای همین لایه یک گریدینت اضافه میکنیم. یک اجسمنت گریدینت من اینجا اضافه میکنم و اون رو باز هم رنگ سیاه‌سفید انتخاب میکنم و انجل اون رو برای 45 درجه قرار میدم. گزینه استایل رو برای رفلکتد، ریورز رو میزنم و به این ترتیب سعی میکنم که حالا اسکیل اون رو کم و زیاد میکنم. بله میخوام که یک حالت نور رو اینجا نشون بدم. بذارید یک مقدار اندازش رو زیاد کنم، 70% خوب هستش، حالا یا 50%. این دیگه با توجه به اندازه تصویر شما باید تعیین بشه، یعنی باید تشخیص بدید که چقدر میخواین این پهنای این نوری که ایجاد کردید برای شما نشون داده بشه که با توجه به این موضوع میتونیم از طریق اسکیل اون رو تعیین بکنیم. خب برای گردینت میخوام قرار بگیریم. حالا من میام و میخوام که محو بکنم بخشی از این اضافه نور رو. من فکر میکنم یه ذره زیاد هست، باید اسکیل رو پایین بیارم، 35 میخوام قرارش بدم و در حالت نازکتر، یعنی به لحاظ پهنای باند، یعنی به لحاظ پهنای در واقع این نور میخوام اون رو نازکتر بکنم. میخوام که بخش پایینی رو یه ترتیبی محو کنم، این نور رو به صورتی بیارم بر روی کالر پایینی که از بالای در واقع تابش داشته باشیم، مرکز وسط و میانی تصویرمون این تابش متمرکز شده باشه. میام و بر روی این لایه ماسک قرار میگیریم، لایه ماسکی که برای اینگریدینت ایجاد کردیم و اون رو رنگ‌آمیزی میکنیم. میتونیم با ابزار پینت باکت تول این کار رو انجام بدیم. در حالی که رنگ مشکی هست بیام و ماسک رو انتخاب کنیم و یک کلیک کنیم. به این ترتیب کلن اون چیزی که اینجا داریم برای اجسمنت بر زیر در واقع زیر لایه ماسک پنهان میشه. اما میتونیم باز هم یه روش دیگه پیشنهاد شده، ادیت فیل و
در اینجا فیل رو ما بر روی foreground color که کالر رویی هست و مشکی هست قرار بدیم و اوکی بزنیم. به این ترتیب هم باز همین کار انجام میشه. و یا یک راه ساده تر رو انتخاب میکنیم، رنگ مشکی در حالی که مورد انتخاب هست ما ماسک رو انتخاب میکنیم، alt backspace رو با کلید کیبورد میزنیم و به این راحتی این کار انجام میشه. میایم و میخوام که این ادامه رو، اگر ما ماسک رو غیر فعال کنیم، ببینید ما وقتی شیفت رو بگیریم و کلیک کنیم برای ماسک اون غیر فعال میشه، هر تغییری داشته باشه غیر فعال میشه. میخوام که نور رو فقط از بالا به سمت وسط متمرکز داشته باشیم و پایینش رو پاک کنیم. خب از ماسک کمک گرفتیم، اون رو پنهان کردیم، حالا میخوایم بخشش رو نشون بدیم از بالا. به وسیله ابزار رکتنگل مارکوی تول میایم و این قسمت رو تا اینجایی که نیاز داریم انتخاب میکنیم و کنترل تی رو میزنم در حالی که ماسک مورد انتخاب هست. اینا حتما دقت کنید، کنترل تی رو میزنم و به این ترتیب اون رو به بیرون میبرم و حالا ما این قسمت رو داریم و پایین رو نداریم. حالا باید این رو محو بکنیم. در حالی که ماسک مورد انتخاب هست باز هم به فیلتر بلر، گاسیان بلر مراجعه میکنیم. کنترل دی رو میزنم ببینم چرا کار نمیکنه. بلر، گاسیان بلر رو میزنیم و سعی میکنیم که یک عددی رو بمونیم که تا اینجا به درستی بتونه محو بکنه اون رو به این ترتیب. اوکی رو میزنم و اپاسیتی اون رو حالا میتونم پایین بیارم، بر روی 50% میتونم قرار بدم. ببینید که یک حالت نور رو به این ترتیب ما اینجا ایجاد کرد. خب حالا میریم و بر روی لایه مدل من قرار میگیرم، یک بلندینگ آپشن به اون میدم کلیک رایت و بلندینگ آپشن رو فعال میکنم. یک گریدینت اوورلای بر اون تعریف میکنم. این گریدینت رو میخوام که بر روی ترانسپرنسی باشه. پس قبل از این کار باید رنگ، در واقع میشه گفت که پنلمون رو بر روی مشکی فورگراند و بکگراند سفید قرار بدیم و بعد گریدینت اوورلای رو فعال میکنیم و در این قسمت اون رو بر روی گزینه ترانسپرنسی قرار میدیم. نورمال، اپاسیتی 100% و این هم 90%. لیورز رو هم برمیدارم و اون رو بر روی لینیر قرار میدم. به این ترتیب میتونیم از پایین یک حالت سایه ایجاد کنیم. حالا اگر احساس کردید که اپاسیتی کم بشه بهتر میشه، میتونید اون رو تغییر بدید. اما اگر ما این افکت رو خاموش یا روشن کنیم، میتونیم ببینیم که چه تأثیری بر روی تصویر ما گذاشته. وقتی که ما لیر استایلمون باز هست و بر روی یکی از لیر استایل ها هستیم، مثل همین گریدینت اوورلای، میتونیم اینجا اون رو جابجا بکنیم بر روی تصویر. ببینید اپاسیتیش رو کم بکنیم و یا جابجاش بکنیم. من اون رو اینجا یک مقدار جابجا میکنم و این سایه رو در واقع اینجا بیشتر میکنم و بعد اوکی رو میزنم و حالا میام و این دوتا رو میخوام با هم دیگه یکی کنم. یعنی گریدینت فیلی که ایجاد کردیم اینجا با گردینت فیل زیری میخوایم که تقریبا نورشون در یک ساعت قرار بگیره. اپاسیتی این لایه بالا رو من پایین تر میارم که بتونیم به در واقع رنگ نزدیک اون برسیم به این طرف و اوکی رو میذارم. یعنی میخوام که این تابش نوری که در اینجا میاد در روی این تصویر در واقع مچ بشه. یا میتونیم یک کاری بکنیم، اپاسیتی رو بالا ببریم که شدت نور رو اینجا بیشتر بخوایم نشون بدیم و بعد بر روی ماسک همین نور قرار بگیریم و با یک براش با هاردنس 0 و اندازه در واقع مورد نیاز اپاسیتی اون رو بر روی 29 یا 30 قرار بدیم و باز هم اندازه اون رو با توجه به نیازمون تغییر بدیم و به این ترتیب سعی بکنیم که اینجور اون رو محو کنیم. این قسمت هایی که اینجا بر روی مرکز گریدینت ما قرار میگیره به این ترتیب محو بشه. خب پس من براش رو به حالت اول برمیگردونم تنظیماتشو. حالا نوبت به اون بخش رسیده که میخوایم دور تصویر موها و در واقع میشه گفت که به اصطلاح اون دورگیری رو که خوب در رنگ مده اینجا اصلاحش کنیم. خیلی کار خوب و راحتی هست و مطمئنن در تمام پروژه ها
میتونید از یک همچین تکنیکی استفاده بکنید، تکنیکی بسیار خوبی است. کلید کنترل رو نگه میدارم، به این ترتیب میبینید که اون شکل سلیکت انتخاب میشه برای ماوس، برای کلید، برای لایه، و من یک کلیک به این ترتیب برای لایه میکنم. به این شکل میبینید که انتخاب میشه. خب حالا میام به قسمت سلیکت، مودیفای، کانترکت. حالا میخوام اون رو بر روی در واقع 50 پیکسل قرار بدم. میخوام کانترکت رو به داخل بیارم، یعنی خطوط رو به داخل بیارم وصله همین کانترکت. اوکی میزنم و به این ترتیب میتونم اون رو سلکتی که انتخاب کردم رو اینجوری به سمت داخل بیارم. با دستم میتونید انجام بدید البته این رو، اما خب این خیلی روش بهتری است. کنترل زد میزنم و مقدار رو کمی کمتر میکنم، یعنی من سلکت مودیفای کانترکت رو وقتی انتخاب میکنم مقدارش رو اینجا بر روی 35 قرار میدم. میخوام کمتر به داخل بیاد، چون داخل مشکلی نداره، فقط لایه های بیرونیه که یه ذره اذیت میکنه. حالا ماسک رو بر روی این تصویر انتخاب میکنم. همونطور که ببینید کلن این دور رو ما الان حذف کردیم. حالا میخوایم اون رو به یه نحوی به صورت محو شده به دست بیاریم. میایم و در حالی که اینجا ماسک ما مورد انتخاب هست، فیلتر بلر گاسیان بلر رو انتخاب میکنیم و مقدار اون رو باید به یه ترتیبی بالا ببریم که موها رو به صورت یک حالت محو دورگیری رو به دست بیاریم به این شکل. به این ترتیب اوکی میزنم. اگر احساس کردید که تصویر در واقع مدل شما هم داره تحت تاثیر این بلر قرار میگیره، در ادامه یک راه حل هم برای این داریم که خیلی هم ساده هست، اون رو هم حتما بهش اشاره خواهیم کرد. میبینید که اینجا اون اشکالات رفع شده، درست یک مقدار محو شده، اما خب این خودش یک افکت برای ما ایجاد کرده. میخوایم حالا این قسمت رو کمی بیشتر نشون بدیم و حالا این قسمت هایی که محو شده اشکالی نداره به دلیل اینکه اینجا نور داره تابیده میشه، میخوایم این رو نشون بدیم. یک کپی از این لایه در واقع تصویرمون ما میگیریم، کنترل جی میزنیم، یک کپی از اون میگیریم و بعد اون رو در زیر رنگ مشکی پنهان میکنیم، یعنی ماسکش رو کلا مشکی میکنیم به طوری که فرقی نمیکنه این تصویر اصلا وجود داشته باشه. حالا میخوایم که قسمت بالایی رو به دست بیارم. میام و براش رو انتخاب میکنم، رنگ سفید و بر روی ماسک قرار میگیرم، اندازه رو کوچیکتر میکنم و هاردنس هم پایین باشه و به این ترتیب این قسمت ها رو پر رنگ میکنم. اگر این لیر خاموش یا روشن کنم میتونیم اثر رو در اینجا به راحتی ببینیم. این به این ترتیبی خواهد بود که تصویر مدل ما رو شفافتر این قسمت رو نشون میده و نشون میده که نور از بالا تابیده شده بر روی تصویر. یک لایه جدید دیگه با یک اجسمنت البته انجام میدیم، این کار انجام میدیم، یک لایه گردینت، اون رو بر روی سفید و مشکی قرار میدم و اوکی میزنم. ریورز میکنم، رفلکتد رو انتخاب میکنم و اینجا زاویه 45 و اسکیل سی، مود اون رو بر روی اسکرین قرار میدم به این ترتیب. حالا میام و با ابزار در واقع فیلتر بلر، گاسیان بلر، اون رو کانورت اسمارت آبجکت میکنم که بتونم هر وقت خواستم اون رو تغییر بدم به این ترتیب. نور رو اینجا من بیشتر میکنم. حالا میام و اوپاسیتی رو برای 50 قرار میدم و یک ماسک بر روی اون قرار میدم و با ابزار براش و رنگ مشکی با یک براش مناسب با اوپاسیتی 40%. این قسمت ها رو من میخوام کمی بهتر نشون بدم به این ترتیب. هر بار که ما کلیک میکنیم در اینکه اوپاسیتی پایین هست اثرش رو بیشتر قرار میده. خب ایکس رو میزنم که رنگم ریورز بشه و این قسمت رو یه مقدار برگردونم به این ترتیب که نور رو بر روی تصویر صورت مدلمون بیشتر کنیم. حالا من اینجا اون رو اپلای میکنم
البته باید اول کلیک رایت کنم، اون رو رسترایز لیر بزنم که بتونم ماسک رو اپلای بکنم. و حالا ماسک رو اینجا من کلیک رایت و اپلای لیر ماسک میزنم و کنترل تی رو میزنم و سعی میکنم با گرفتن کلید کنترل این گوشه ها رو به یه ترتیبی به این نحو من این سایه رو بیشتر کنم. میبینید به این ترتیب. و حالا اینتر رو میزنم. خب با در واقع اضافه کردن این نور ما اینجا این قسمت اگر اشکالی هم بر روی موها بود اینجا رفش کردیم و حتی یک نور خیلی خوب هم بر روی صورت مدل قرار دادیم. عکسمون رو در واقع عکس مدل دوم رو انتخاب میکنیم و یک gradient map بر روی اون clipping mask میکنیم به این ترتیب که از این قسمت رو کلیپینگ ماسک کنیم و کلیک رایت میکنیم و کریت کلیپینگ ماسک رو میزنیم که تغییراتش فقط بر روی تصویرمون اعمال بشه و حتی این چیزی هم که اینجا میبینید رو میتونید برای خیلی از تصاویر اعمال کنید و از این در واقع تغییر رنگ هم به این نحو استفاده بکنید. اما میخوام که اوپاسیتی اون رو من پایین بیارم، پس اون رو برای 10 قرار میدم که یک مقدار از اون حالت رنگی شدید بیرون بیاد و خارج بشه. در ادامه میخوایم یک کار خیلی جالب انجام بدیم. قبلا در خیلی از پوسترها شاید ما از تصاویر استوک آماده برای این کار استفاده میکردیم که مثلا غبارها رو بخوایم به یه محوی بر روی تصویر در اونجا نشون بدیم، تصویری که خیلی با کیفیت است. اگر یک همچین افکتی برای اون بخوایم قرار بدیم میتونیم با ایجاد یک سری غبارهای محو شده یا بلر شده تصویر رو زیباتر کنیم و اون جذاب میکنه کار رو. حالا میخوایم به صورت دستی اون رو به وجود بیاریم، یعنی میخوایم که این بار از تکشر استفاده نکنیم و خودمون در فتوشاپ این غبارها رو ایجاد بکنیم. یک لایه جدید بالای همه لایه ها من ایجاد میکنم، اون رو با رنگ مشکی پر میکنم به این ترتیب. به قسمت فیلترها میرم و از قسمت فیلتر پیکسلیت فیلتر متزوتینت رو انتخاب میکنم. اون رو اوکی میزنم و میبینید که به این ترتیب ما رنگ مشکیمون به این حالت در اومد. خب حالا ما بعد تکه هایی از اون رو که میخوایم استفاده کنیم، چون همش رو نمیشه، من الان بخوام این رو بر روی سکرین قرار بدم میبینید که سفید ها مشخصه ولی ما نمیخوایم به این ترتیب باشه. به اصطلاح قدیم ما به یک همچین حالتی میگفتیم برفکی، نمیخوایم به حالت برفکی باشه، میخوایم که دانه های از اینها به عنوان یک غبار در روی تصویر ما قرار بگیره. برای این کار باید یک چند مرحله دیگه کار رو ما انجام بدیم. ابتدا باید رنگ های سفید رو انتخاب بکنیم. میتونیم از قسمت Select Color Range ما رنگ سفید رو به طور مثال انتخاب بکنیم و اینطوری میتونیم رنگ های سفیدمون رو، یعنی کالر رنج رو انتخاب میکنید، بر روی یکی از این سفید ها کلیک میکنید و بعد حتما دقت داشته باشید فیوژن رو بر روی 200 قرار بدید و بعد اوکی میکنید به این نحو انتخاب بشه. حالا میخوایم بریم به سراغ بخش سلکت اند ماسک. اینجا من این گزینه رو انتخاب میکنم و برای سلکت اند ماسک قرار میگیرم. اگر که دارید از یک فتوشاپ قدیمی تر استفاده میکنید میتونید از این قسمت رو بر روی با در واقع ابزار ریفاین ایج استفاده بکنید. پس تقریبا میشه گفت تنظیمات به یک ترتیب هستند و نگران نباشید از اینکه اگر شما ورژن فتوشاپتون فرق میکنه و اینجا برای شما این تنظیم یک تنظیم دیگری است. من سلکت اند ماسک رو انتخاب میکنم که همون ریفاین ایج در ورژن های پایین تر هست و این تنظیمات رو اینجا میتونید ببینید. حالا ما باید مقادیر رو برای اون تعیین بکنیم به ترتیبی که بتونیم دانه های خیلی کمتری رو از سفیدی در اینجا ما داشته باشیم. من اینجا ویو رو نمیدونم آیا باید بر روی بلک اند وایت قرار بدم یا بر روی کدام گزینه. خب پس هیچ اشکالی نداره، ما اینجا ابتدا بر روی بلک اند وایت قرار میدیم و رادیوس رو بر روی صفر میگذاریم، میایم بر روی قسمت گلوبال ریفاینمنتس و اسموت رو بر روی 10 میگذارم، یک مقدار اون رو بالا میبرم. فدر اون رو 1 پیکسل قرار میدم، کانترست اون رو بر روی
25 میگذارم و شیفت ایج اون رو برای منفی 5 درصد قرار میدم. حالا به هر حال اینجا ما اوکی میکنیم، ببینیم که بله، میبینید که خیلی تعداد اون انتخاب ها اینجا کمتر میشه. خب برای ادامه کار ما باید اینها رو به دست بیاریم، رنگ بکنیم. میبینید لایه رو خاموش میکنیم و یک لایه جدید ایجاد میکنیم. از قسمت قبل از این کار اون رو باید ما سلکت اینورس کنیم، چون ما نقطه ها رو نیاز داریم. و میاییم و از قسمت ادیت فیل رو انتخاب میکنیم. رنگ سفید ما رنگ بک‌گراند هست. اینجا هم کانتنت رو بر روی بک‌گراند کالر قرار میدیم. اگر برای هر گزینه هست اینجا بر روی بک‌گراند قرار میدم، چون بک‌گراند ما سفید هست. اوکی رو میزنم. میبینید که به صورت این در واقع به این شکل رنگ آمیزی میشه. خب در همین حالت که قرار داره مجدد سلکت اینورس رو میزنم و اون اضافه ها رو میخوام دیلیت بکنم. دکمه دیلیت رو بر روی کیبورد چند بار فشار میدم که اون اضافه هایی که نیاز ندارم پاک بشه به این نحو. کنترل دی رو میزنم و میتونم با تکرار این لایه شدت این قبارها رو به این ترتیب میبینید بیشتر کنم، و اگر بر روی اوورلای اونها رو قرار بدم یک مقدار حالتشون حتی بهتر خواهد شد. اگر اینجا بر روی اوورلای قرار بدم، بگذارید اول برگردیم به هم قسمت که دیلیت نکرده بودیم. بله، این رو بر روی اوورلای بگذاریم ببینیم چجوری میشه. بله، میبینید بر روی اوورلای به این ترتیب خودش رو نشون میده. خب پس میتونید این کار انجام بدید و این دونه ها رو به این ترتیب ایجاد بکنید. من دیلیت نکردم، اینجا مرحله است که دیلیت نشده و ما کنترل در سلکت دیسلکت میزنیم و اینجا میتونید این ذرات و قبار رو بر روی تصویر ببینید. خب حالا میخوام که بر روی صورت زیاد اثرش نشون داده نشه، میام و کلید کنترل رو میگیرم، بر روی مدل کلیک میکنم به این ترتیب که سلکت بشه، و بعد این لایه رو انتخاب میکنم و ماسک رو میزنم. میبینیم که بعد اینورس بشه. حالا میایم اون رو بر روی ماسک چه قرار گرفتیم، کنترل آی به این ترتیب بر روی پوست صورت دیگه نخواهیم دید. حالا میایم باز هم با همون تکنیک بلر که بر روی ماسک قرار میگیریم، بلر گاسیان بلر رو میزنیم و اون رو محو کنیم که تکه های از این پارتیکل هایی که ایجاد کردیم بر روی موها و قسمتی از صورت به این ترتیب نشون داده خواهد شد. هر چقدر ما اون رو بیشتر کنیم محو بودن اون زیادتر میشه به این نحو. اگر خواستید که اثر این بیشتر بشه، گفتم میتونید که کنترل جی بزنید و اون رو تکرار بکنید، و یا اپاسیتی اون رو کم بکنید یک مقدار اثر رو اینجا بیشتر نشون بدید به این نحو. در ادامه میخوام که حالا نور تصویر رو اصلاح کنیم. اینجا دیگه میتونید با توجه به سلیقه خودتون این کار انجام بدید. اگر با کارکرد اجسمنت ها در انتهای هر کاری برای اصلاح کردن نورها آشنا باشید، اینجا میتونید با سلیقه خودتون این کار انجام بدید. میتونید از فیلتر کامرا رو هم استفاده کنید. میتونید حتی درخشندگی رو بر روی تصویر ایجاد بکنید با اون لایه‌ای که ایجاد میکردیم در خیلی از تمرین ها و با ابزارهای برن، اینجا برن تور و داش تول این کار انجام میدادیم. درخشندگی و تیرگی رو ما شارپ تر میکردیم به اصطلاح. حالا اگر در ادامه فرصتی بود و امکانش بود این کار انجام میدم. پس ابتدا ما یک اجسمنت کالر بالانس بر روی کل لایه ها تا به جای کار قرار میدیم بینه. خب تنظیمات میتونز اون رو برای 45 15 برای مجنتا و یلو رو منفی 15 قرار میدیم که این رنگ رو بر روی تصویر ما به این نحو ایجاد میکنیم. یک اجسمنت هیو سچوریشن برای مرحله بعدی در نظر میگیریم و سچوریشن اون رو کمی بالاتر میبرم که این حالت شدت رنگ رو ما بیشتر بکنیم در اینجا. در ادامه یک اجسمنت گریدینت مپ ایجاد میکنم با رنگ مشکی و سفید بینه. میام و مود اون رو بر روی اوورلای قرار میدیم و اوپاسیتی اون رو تا 20 درصد کاهش میدیم. مقدار این اوپاسیتی رو میتونید خودتون هم
هر اندازه که میخواین در نظر بگیرین. حالا تست بکنید ببینید چه مقداری میتونه تصویر شما رو بهتر بکنه و اصلاح بکنه. میتونیم با یک adjustment levels هم اینجا ما levels رو انتخاب میکنیم یه مقدار شارپ تر بکنیم. 240 من اون رو قرار میدم. میبینید که یک مقدار اون حالت این قسمتی که در واقع میشه گفت مات شده رو از بین میبره یک ذره، و همین تنظیمات کوچیک هست که در انتها یک نتیجه خیلی رضایت بخش و خوب رو برای شما ایجاد میکنه. اینجا حتی میتونید الان که حالا ما اجسمنت ها رو قرار دادیم بر روی ماسک ها قرار بگیرید و اون حالت رو، ما مثلا میخوایم که این ماسک حالا سفیدی رو بیشتر کنیم، رنگ سفید رو انتخاب میکنیم و یک مقدار اینجا اون حالت رو بیشتر به دست میاریم اگر دقت بکنید. البته اینجا اپوسیتی ما 40% هست، این در نظر داشته باشید. ایکس رو میزنم و باز همین قسمت رو کمی محو میکنم. حتی میگم در ادامه، بیشتر این رو به این دلیل عرض کردم که در جریان باشید، میتونید در ادامه هم چون لایه ها بر روی هم سوار شدن و مرج نشدن میتونید این کار رو انجام بدید. برای اینکه یه ذره تصویر باز شارپتر بشه میتونیم از همون تکنیک فیلتر های پاس استفاده کنیم. Alt کنترل شیفت ای در حالی میزنیم که لایه آخر مورد انتخاب هست، Alt کنترل شیفت ای رو میزنیم، یه کپی کلی گرفته میشه از کار، اون رو بر روی لینیر لایت قرار میدیم، میایم قسمت فیلتر Other های پاس و حالا میتونیم مقدار اون رو اینجا تنظیم کنیم. پریوی رو میزنیم و میبینید که جزئیات اینجا داره نمایان میشه. مقدارش رو یه ذره بر روی یش قرار میدم ببینم چجوری میشه. خب کنترل آلت صفر رو میزنم که تصویر اصلی رو به من نشون بده. ببینید که به چه ترتیب اون رو شارپ میکنه و وضوح اون رو تغییر میده. حالا برای اینکه بخوایم وضوح رو کمتر کنیم، من کنترل زد میزنم، مجددا فیلتر های پاس رو انتخاب میکنم و این بار مقدارش رو بر روی 0.3 قرار میدم. خب به این نحو میتونیم حالا کیفیت رو که بالا میبریم هیچ، اگر که احساس کردیم بیشتر نیاز هست با کپی کردن این لایه یعنی دوپلیکیت لیر میتونیم باز هم اون در واقع شارپ بودن رو بیشتر کنیم. اینجا ما اپاسیتی رو بر روی 50% قرار میدم و به این نتیجه که اینجا میبینید میرسیم. در واقع میشه گفت که این کار تا اینجا تمام شده است. ما باید بعد از این برای اون یک حالت یک کادر مشخصی رو ایجاد بکنیم به این نحو. خب اما برای اینکه یک سری اصلاحات نوری که در اینجا به وجود آمده بخوایم انجام بدیم، میتونیم از کنترل آلت شیفت ای استفاده کنیم، یک کپی کلی بگیریم، به قسمت فیلتر کامرا راو بریم و در اونجا هم این اصلاحات رنگی رو ما درست کنیم. پس من میخوام اینجا این کار رو انجام بدم، میخوام یک حالت نوری جداگانه رو من اینجا برای خودم به وجود بیارم. این دیگه با توجه به اون چیزیه که من تمایل دارم و میشه گفت که سلیقه‌ای هست به هر حال. حالا اینجا میتونم به وسیله چنل RGB این نور رو اصلاح بکنم. خب میتونیم قرمز هامون رو هم اینجا اصلاح بکنیم.
بیشتر دارم روی رنگ قرمز و زرد و نارنجی اینها کار میکنم، چون تصویرم بیشتر از اون رنگ ها داره و رنگ مثلا آبی نداره که بخوام آبی رو تغییر بدم. نه امانت هم نمیخوایم، یعنی نیازی نداریم بهش. خب من این رو اوکی میکنم، ببینید که اون اصلاحات داره به وجود میاد. و در ادامه میتونیم یک اپ اجسمنت سلکتیو کالر هم ایجاد کنیم و از رنگ مشکی اون کمک بگیریم. ترتیب و حالا بیام روی خاکستری خب سفید رو نمیتونیم تحت تاثیر قرار بدیم. میبینید که اینجا به این نحو ما تونستیم اشکالات حتی نوری هم که وجود اومده رو همین که بگیریم و هم یک افکت خیلی قشنگتر رو برای تصویرمون ایجاد کنیم، یک افکتی که برای عکاسی خیلی کاربردی هست و خیلی از کسایی که دوست دارن عکس آتلیه‌ای داشته باشن از این نوع تصاویر، تصاویری که صورتشون دستکاری نشه و حفظ بشه اون اورجینال بودن عکس، فقط محیط نوری اون تغییر بکنه، محیط در واقع اون رنگامیزی و تصویر و تصویری که داریم نورش تغییر بکنه و حتی یک افکت خیلی ساده هم میتونه به این کمک بکنه به زیباتر شدن تصویر ما و یک حالت پورتری خیلی خوب رو ایجاد بکنیم. پس اگر ما عکس اول رو، یعنی این تصویر رو در قاب اینجا قرار بدیم، اینجا میتونید ببینید که چه تغییری ایجاد شد در روی تصویر و پورتری ما به یک تصویر خیلی خوب با یک افکت ساده اینجا تغییر پیدا کرد. میتونیم همونطور که گفتم یک لایه جدید ایجاد کنیم، رنگمون رو ریست میکنیم و اونجا برایتنس اون رو برای 50 قرار میدیم. با این برایتنس 50 رنگ خاکستری به وجود میاد. Alt Backspace این لایه رو با این رنگ پر میکنیم، اون رو برای روی اوورلای قرار میدیم و بعد سعی میکنیم که با ادجستمنت، عذر میخوام، با ابزار داش تول با یک اکسپوژر به طور مثال 15% سعی بکنیم که حالا مثلا اینجا این قسمت ها رو من روشن‌تر میکنم، خب یک حالت نوری رو ایجاد بکنیم. من این کار رو انجام میدم، ببینید این قسمت ها رو، خب ببینید مثلا این قسمت هایی که نور هست پشت پلکا به این ترتیبی، نه اینها رو من سفید میکنم، یا مثلا روی لبها رو هم میتونیم این کار رو انجام بدیم. و حتی قسمت هایی از موها اگر قلم نوری داشته باشید خیلی بهتون کمک میکنه. من فعلا دارم با موس این کار انجام میدم، این لبه ها رو به طور مثال کار انجام بدیم و بعد بر روی برن تول قرار بگیریم و اون رو هم 15% اکسپوژر قرار بدیم و حالا قسمت هایی که تیره هست رو کمی تیره تر در بیاریم.
این دیگه بستگی به انتخاب‌های ما داره که چقدر میتونه به زیبایی کار ما کمک بکنه. شدت اون رو من اپوستیش رو در واقع پایین میارم و روی سی قرار میدم و حالا میتونیم یک لایه دیگه ایجاد کنیم. اینها دیگه کارهای اضافه هست من دارم انجام میدم، شاید یه ذره وقتتون هم بگیرم ولی در خیلی از کاراتون ممکنه بهتون کمک بکنه. این لایه رو بر روی سافت لایت میگذارم. حالا بعدا اگر لازم بود میتونیم مود اون رو عوض کنیم. یک رنگ سعی میکنیم که مثلا از رنگ آبی استفاده میکنم اینجا و اینجا اون. البته بعد اوپاسیتی در براش رو ریست کنیم. ریست میکنم براش رو، فقط ریست میکنم. اینجا اون رو ایجاد میکنم. خب حالا من مود رو تغییر میدم، مثلا برای اسکرین میگذارم. بر روی هارد لایت اون رو قرار میدم و فیل اون رو، فیل هارد لایت رو بر روی 50 میگذارم. خب این قسمت های نور رو من میگذارم، حالا بهتون میگم چی کار میخوام بکنم. این رو برای یک سری از تصاویر یا یک سری پوسترهای دیگه‌تون استفاده بکنید. حالا الزاماً نمیخواد بر روی این استفاده بشه، چون بعد ما یک نور رو با همین رنگ به وجود بیاریم که اثر اون نور رو به این ترتیب برای پوست صورت نشون بدیم. میریم و فیلتر بلر، گاسیان بلر رو انتخاب میکنیم و به این ترتیب اون رو محو میکنیم و بعد میایم و با استفاده از یک حالا براش یا ماسک کردن یا با اریز فرقی نمیکنه، این اضافه ها رو ما سعی میکنیم با یک هاردنس پایین پاک بکنیم. خب اینا یه ذره وقت میخواد برای این کار، یعنی باید یه ذره حوصله داشته باشید. این اثر رنگی که ما اینجا ایجاد میکنیم ممکنه در زمانی که داریم اون رو ایجاد میکنیم زیاد مشخص نباشه، ولی اثری که اون بر روی تصویر ما میگذاره یک اثر خیلی قابل توجه خواهد بود و کیفیت کار ما رو بهتر خواهد کرد، به لحاظ بصری زیباتر خواهد شد. این یکی از اون تکنیک هایی است که اینجا زیاد کاربردی نداره ولی دوست داشتم که اینجا اشاره بهش کرده باشم. در خیلی از پوسترهای مانیپولیشن یا همون دستکاری تصاویر که نور رو میتونیم در اونجا بیشتر ما دستکاری بکنیم، میتونید این کار رو انجام بدید. خب تمرین ما هم در اینجا به پایان رسید. امیدوارم که این تمرین که برگرفته از یکی از تمرین های سایت تاتس پلاس هستش، که خودم حالا یک تغییراتی هم در اون دادم و بیس اصلی این تمرین اون آموزش بوده که لینکش رو در پست همین آموزش قرار دادم، میتونید برید و ببینید و حتی خودتون هم از اون تمرین هم کمک بگیرید. امیدوارم که به هر صورت مورد توجهتون قرار گرفته باشه. هدف ما بیشتر این هستش که ما با هم دیگه بیشتر فتوشاپ رو کار بکنیم و با ابزارهای کاربردی اون بیشتر آشنا بشیم. هر چقدر ما حتی یک تکنیک رو تمرین بکنیم بارها، میتونیم خیلی مسلط بشیم بر اون و بیشتر. من نظر و منظور من همین است که هم خودم و هم شما عزیزان بتونیم مسلط تر بشیم بر روی ابزارهای فتوشاپ، بر روی کار با تکنیک ها، کاربرد اونها و چگونگی استفاده و کجا استفاده کردن اونها. اینها رو ما میتونیم هر چقدر تمرین کنیم بیشتر یاد بگیریم. این تمرین هم به این لحاظ در واقع انجام شد و تهیه شد. مراقب خودتون باشید تا تمرین بعدی. خدا یار و نگهدارتون.